كيفكم مؤمن بالله؟ ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی چگونه باشد؟ ایمان آوردن به توحید ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات و ایمان آوردن به موجود بودن الله سبحانه و تعالی است. ایمان آوردن به توحید ربوبیت این است که هر آین الله سبحانه و تعالی در خلق کردن رزق دادن یگانه است. یعنی الله تعالی در افعالش یگانه است. ایمان آوردن به توحید الوهیت یعنی در عبادت یگانه دانستن پروردگار است. ایمان آوردن به توحید اسما و صفات یعنی یگانه دانستن الله تعالی به آن چیزی که خودش در قرآن وصف کرده است و یا به زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف شده است. بنابراین چیزی که از نام صفتهایش ثابت شده است به یگان تغییر و تبدیل اثبات کردن است و هم اثبات کردن موجود بودن الله سبحانه و تعالی، زیرا کسانی هستند که موجود بودن الله سبحانه و تعالی را انکار میکنند. به موجود بودن الله سبحانه و تعالی چهار دلیل است: یکم عقل، دوم حس، سوم فطرت، چهارم شرع. یکم عقل، هیچ ممکن نیست که یک شخص عاقل بر روی زمین آید و به این نظام خوب آن نظر کند و راهها، بحرها، دیرها، درختها شب روز، مگر اینکه میگوید این دنیا خالق یگانه دارد که همه این را به تنظیم در آورده میگرداند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: آیا به هیچ آفریننده آفریده شده اند یا آنها خود آفریدگارند؟ سوره طور آیه 35. دوم حس، در وقتی غم اندوه و سختی دست خود را به سوی آسمان میبرداری و میگویی که بار الها سختی را کشاده فرما، پس کشاده میگردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جای خسته برای باریدن باران دعا کردند، ننشستند تا اینکه ریشی پیامبر صلی الله علیه و سلم با قطره های باران تر شد. این دلیل حسی است. و قصه سه نفری که در غار ماندند و در غار کلف گشت، تنها دعا کردند که از در غار آن سنگ کلان دور شد. این دلیل محسوس است. سوم فطرت، هر مولود در فطرت تولد می شود و سبب یهودی، نصرانی و مجوسی شدن آنها والدینشان هستند. چهارم شرع، یعنی یگان آیتی در کتاب الله سبحانه و تعالی موجود نیست مگر اینکه آن به توحید دلالت میکند.